دوست های بی‌نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام، شفیع عیار هستم. شما را با مشاهده برنامه 192 خود که مصادف میشه با هفته چهارم ماه نوامبر سال 2014 میلادی صمیمانه خوش آمد میگم. یک آقای در بریتن یا در انگلستان زندگی میکنه و ای تقریبا از مدت 6-7 ماه بایستو هر هفته برای ما تلفن میکنه و یک چند دو میزنه. ای از طرفدارای بسیار سرسخت آقای اشرف غنی است، اما آدم با حیثیت است. ای تو دوای نمیزنه که ما بگویم والا چی اگه انسان خدا ناکده پسته، بد نیست. به طور مثال میگه شفیع ار خودت یک شیطان استی، یک آدم بسیار رزیل است. یک دفعه دیگه هم یک کلپ شماندم، یا بگویم یک پیغام شکم شماندم که میگفت والا اینمی چیرید با آدم نمیمانه، همی رقم گپا میزنه. و ما تقریبا حال کتزی عادت کردیم، بزینی دو هفته است که هیچ برای ما زنگ نزده. ما بسیار جگرخون هستم که خدا کنه که این چیز نشده باشه، مریض نشده باشه، فامیلم شالا خیرتی باشه. یکان تلفون های تکو بیدر ما را که حالا عادت دادی چی نساز، پریشان نساز. یا احتمال داره که بالاخره شرمیده باشی، حداقل از این سفر اخیر رفیق بزرگ ما و شما آقای اشرف غنی با پاکستان و ای چاپلوسی ها و چاپی پایای آقای مولای فضل الرحمن. ای رقم همو آقای است که در منزل دو زندگی میکرد، باز یک آقای دیگه در منزل اول زندگی میکرد. ای آقایی که در منزل دو بود همیشه ناوقت میامد شو و بسیاری وقتا نشه می بود. ای که میامد همی بوت خود میکشید، پرس منداختش در گوشه خانه و ای در دیوال میخورد، سر صدا میکرد، باز بعد از او دیگه شه میکشید، گرس میزدش در جای دیگه. و ای آقایی که در پایین بود ای بسیار ناخوش میشد و ای همیشه از خو میپرید و همیشه هم یک دوام میکرد و یک تق تق میزد ای چت که او بیادر چی میکنی، ولی از خدا فکر کن ما در خانه زندگی میکنیم، در منزل پایین تو در بالا هر شما ما را بیدار میکنی. خب بعد از یک چند وقت دید که هیچ فایده نکد، دیگه یک تصمیم گرفت که ما دیگه خو نمیشم تا وقتی که آقا بیایه بوتای خدا پرته، باز بعد از او خو میشم. چی فایده؟ خب ما خو میشم این مرا بیدار میکنه. باز آقا شبکی میامد یک بوته منداخت، دیگه شام منداخت، بازی برادر ما دلش جمعش خو میشد. خب ای آقا امشب که آمد خانه همی بوت خود کشید انداخت تب، باز دیگه شه کشید که پرته، یادش آمد از امی همسایه بیچاره پایین و ای را آیسته گرفت برد امی بغلک خانه ماند. ای آقای دیگه که در زیر بود یادت کده بود دیگه همیشه منتظر میشی شال یک بوت انداخته، ای منتظر بوت دوم است که پرته و خوشه، ولی نمیفهمه که ای دفعه یک شفقت کده بوت ننداخته. یک دقیقه و دو دقیقه و پنج دقیقه ده دقیقه غال مغال کرد، گفت او بیدر پرت و بوته که ما خو داریم. حالا ما به ای دوست خود در لندن بگویم که او بیدر دوایت از ما صرفه نکن، حالا ما که تت عادت کردیم یکان زنگ تا ده یکان آوال تا بته که همه قبوفه ایم که خوب است. بهرحال یکان دفعه مردم سوال میکنه که آقای ایار خی رای حل چی است؟ اگر چی را ما همیشه تشریح میکنم، ولی باز هم میشه که یک آقای یا خانم همیشه برنامه ما را ندیده در سای آخر آمده همین سوال میکنه که آقای ایار رای حل چیست؟ و ما این را بسیار تشریح میکنم در می وقت هم به سازمان آب با شما یک جایی خواستم که اساس بمانیم تا قطرات باران از مردم خود با هم یک جا بسازیم و از او یک دریای خروشان از قهر و خشم و آرزوها و خواسته های ملت خود بسازیم و پاک بسازیم مملکت خود. اما در اصلی والا یفته ما یک کلیپ دیدم یا یک ویدیو دیدم، این ما به شما میمانم، اینمی راه حل مملکت ماست. دیگه ایش راه حل نیست در اینمی مقطع زمانی. این راه حل ما به نام راه حل ریزگل یاد میکنم. ببینید
مهر و محبت مادری اگر به خشم مبدل شود، شاید اتفاقی بیفتد که در تصور هم نمی گنجد. طالبان پسرش را در برابر چشمانش به گلوله بستند. گلویش را بغض می گیرد و شاید برای نخستین بار ناگزیر می شود در پشت فرمان جنگ‌افزار قرار بگیرد و با گروهی از هراس افکنان به پیکار برخیزد. پسر ریزگل مسئول یک بخش کوچک پلیس در این روستا بود. تا وقت رک برک ما بخمای جون دادی بچی گک جون مرکش هنو یالن دا بچی گک ما اونجا ما بم تیم خواک خو تا زنده باشی جون دادی چی کرد امی پاسی خور ما یالن دادی. ریزگل تنها نیست، دختر و عروسش نیز خودشان را به پاسکو می رسانند و جنگ افزار به دست می گیرند. آتشباری آغاز می شود. این آتشباری خشم‌آمیز دمی هم خاموش نمی شود. شاید هراس افکنان دریافتند که دیگر توان رویارویی با این مادر خشمگین را ندارند، اما هراس افکنان دست از جنگ بر نمی دارند و آخرین توانشان را به کار می گیرند. ریزگل اینمی خانم است، یک مادر است، بچه جوانش یک افسر پلیس است. افسر پلیسی که موروزا برای شما ویدیو ماندم که حکومت کثیف آلوده برای 6 ماه معاششان نداده بود. جنگ میشه، طالبا حمله میکنند پادگان پلیس یا پادگان نظامی و ریزگل میبینه که بچهش شهید میشه. ریزگل نمیمانه، میده و در او سنگر بچه خود تفنگ میورداره و براله نوکرای آیسای در جنگ شروع میکنه. اما ریزگل تنها نمیمانه، دخترش و آروسش و هر کسش که هست می آید. ببینین به این کلب مر جنگ و نارنه مو سنگر تا و سنگر پرچپا که لاره دغت پخونی تو لاره مر جنگ و سر مر کوی مر موی مر سر سر خوالی چنتی مر سر سر خوالی نارنجکان مر غرز و آمانون مر غرز و خبال نارنه سر مقواما که وی چی پرانسی واسد نیونسی ده پیکا زربی و مر موی پر ووالی چه غسرای ده سوری سوری که بانی پر طالبان باندې دلته په سرای کې ناری ولې پر نورو چې نارنجا کور وغورځو به مې او ګم پر وو دی سرای ته ور وغورځو دی سرای ته ور وغورځو تر لس بجو پورې تر ولس خو پر دولوړي پر سنگر دولوړي سنگر چې پر چوا پاکه راکښته سولا دی لاندې دغه پیکا پر وچلو. درگیری تا نیمه های شب ادامه مییابد، اما توان ریزگل هنوز هم بلند است. 25 طالب را میکشد. طالبان همه بسیار سراسیمه میشوند. درگیری تا نیمه های شب ادامه می‌یابد، اما توان ریزگل هنوز هم بلند است. 25 طالب را می‌کشد. طالبان همه بسیار سراسیمه می‌شوند. میگن ما دویدیم، ما مردای خود تنها ایلا نمی‌کدیم. نارنجک انداختیم و تفنگ گرفتیم و ماشیندار گرفتیم و سلاح بردیم. نماندیم طالبه که این جنگ ببره. می‌بینین ریزگل نمی‌مانه که او گپای قرقلی پوش وارشه و که طالبا برادرای ناراضی ماست، یا آقای اشرف غنی واره که میگه طالبا مخالفین سیاسی ماست. مخالفین سیاسی کار نمیکنه. وقتی که مردم تفنگ میگیره میایه که بکشید، او مخالف سیاسی نیست، او قصد جان تداره، او تو را محو میکنه و در این قسمت وطن ما را، مردم ما را، تمام خانمان ما را یا میخواین در بتن و مملکت ما را به آیسای بتن. این مخالف سیاسی نیست آقای اشرف غنی. ریزگل، این از ریزگل یاد بگی، از فامیلش یاد بگی. حالا از پدر ای افسر پلیس بشنوین که خودش هم یک پلیس هست. پریولوس و بجو می زوی شهید سو زد زوی ده شهادت پا کسه که نسو ما چون چیز ما سره ده افغانستان ده خاوری مینه و او ده پلیس و مینه را سره و او ده ده ملالی وطن و دلویشتی لویشتی اما دی پا وکره نو ما ویل چیز سر ور کوم سنگر نو ور کوم. در گوشه دیگر شوهر ریزگل آتش نبرد را در برابر هراس افکنان شولور نگه داشته است. این بابا میگه بچه ما در ساعت 11 بجه شهید شدم و ما در فکر بچه ما نشدم. ما گفتم ما یک مسئولیت دارم در مقابل این مملکت، در مقابل این خاک و ما باید از وجب وجب از این دفاع کنم و ای می جنگ تا وقتی که طالبا 25 نفر کشته میمانند و بعد از اون میگروزن. اینی راه ریزگل است، اینی راه آزادی مملکت ماست. تا وقتی که کار نکنیم
ما پاکستان پس کردن نمیتانیم، از این دندان سگ دست خود کشیدن نمیتانیم. ما باید دست پاکستان در گلون مردم خود یا از گلون مردم خود باید بشکنانیم مثل اینی مردم. اینینا قهرمانای ملی ما هستند. اینینا میتانه رئیس جمهور ما باشه، اینینا وزرای ما میتانه باشه. ریاست جمهوری را به اینینا بتین، به اینی فامیل، این نفرهای دیگر را باید از جا پس کنیم یک یکی. میگویند حاضر هستند تا همه خانواده جان بدهند، اما نگذارند دیگر پای طالبان بر این بخش برسد. میگویند حاضر هستند تا همه خانواده جان بدهند، اما نگذارند دیگر پای طالبان بر این بخش برسد. حتی کوچکترین عضو این خانواده هم در این نبرد نابرابر شرکت کرده است. تنها وظیفش آوردن گلوله به پدرش. میبینین میگم ما حاضر هستیم که تا آخرین نفر فامیل، تا آخرین نفر کشته شیم، مگر نمیمانیم که طالب دیجه بیاید. یکان دفعه مردم میگه که شفیه یار والا تو زده پشتون هستی. زده پشتون یا کیستن؟ یا ازبک هستن، هزاره هستن، تاجک هستن، پشتون هستن، کی هست؟ با ما این قمانا نداره. این پشتون میتانه گب دهه، فارسی میتانه گب دهه، هر کسی که هست، اینی یک افغان اصیل است. ما میتانم نوکر از یا باشم یا مرا میتانن افسار پرتن و ببرن، برای ما فرق نمیکنه. تو اگه پشتون هستی مثل ازی پشتون باش که ما احترامت کنم. ما خود تو را احترام نمی کنم که تو یک برسه پشتون نشینه یا خاک پشتون دادی برای پاکستان. حال دوی برسهش که مانده او را میتی با پاکستان، منطقه تاجک و ازبک هزاره را میتی. هنوز هم آمدی که بیایم و شفیه یار تو ما را احترام کنه. اینی پشتونه و مثل ازی میلیون ها پشتونه. ما کل ازی را احترام میکنم. اصلا برای مهم نیست که از کدام مردم، افغانم است. مگه او اسماعیل یون و طاقت و یه اشرف غنی و یک خائنینه که وطن ما را مفروشه، یارم هرگز احترام نمیکنم. اگر توی را زد پشتون میدانی، تو میفهمی و کارت، ما میفهمم و کارم. ببینین با بچه ها که 10 ساله از یاد است. پاکستان مزدوران نه د بډاګیا نه څوک روډی نور کی څوک په ناس ساتي دوی رازغلی مړه دا سره جنگ کوڅوک نو پرچ مش د خاور دی پاته راشي مجه وژ نه مش جنگ وس. یعنی ای بچک بعد از اینکه قوای امریکا آمده دیجه تولد شده و د تمام زندگیش هم از او آقای کرزی شنیده که طالبا بیادرای ناراضی ماست که از یا جنگ نکنین، اما یا پیش چشم خود دیدن و بالاخره تجربتن یافتن که اینا نوکرای آیسای هستن. استاد میشه به 10 سالگی و مردانه میگه که اینا جاسوسای آیسای، تو وطن ما را گرفتن نمیتونی، ما در مقابل جنگ میکنم. اینا هر کدامش قهرمان ملی ماست. بسته اینمی فامیل یک سرمشق بزرگ برای مملکت ما. ریزگل خوبترین قهرمان ملی کشورم است که ما در 35 سال کمتر مثل ازی دیدیم. اما در حال که مردم ما ایتو قهرمانان ها می جنگن، در خط اول رهبرای ما چقدر عقب ماندن. رهبر مانایشی است که تو در خط اول هستی، مردم راهنمایی و هدایت و رهبری میکنی. اما در یک جا مردم بالاخره خسته شدن از این رهبرای کنزین خائن و پست و کثیف، در خط اول استاد شدن، گفت نه 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 نه، اینا خائن و وطن فروشه. در زمانی که اینا بر علیه طالب خیستن، سعی کنین آقای اشرف غنی رفته بود پاکستان ببینه. تو افغان صدر کو بھی کھیل دکھانے اسٹیڈیم لے گئے. بس پہنچنے کی دیر تھی، اشرف غنی نے صوفے پر تشریف رکھتے ہی میاں صاحب کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا. میبینین چی قولای میته؟ فقط که بیادرای دو قلی باشن و سعی کنه نیجا رفته چاپی میکنه پاهای مولای فضل رحمانه. اما فضل رحمان میگه
میگنه در افغانستان آرامی نمیشه تا قوای خارجی نبره. قوای خارجی مملکتتان از پیسه قوای خارجی پیش میره. از آیسای تا میلونگی نارنجی گلدار خودت این موترار شما بدون پیسه خارجی میتونین داشته باشین؟ نمیتونین داشته باشین. و بعد از همه عذرزاری که اشرف غنی در پاکستان کرد، آقای سرتاج عزیز آمد اعلان کرد، گفت بلام طالبار ما هیچ چیز نمیگیم، حکومت افغانستان تشویقت میکنیم برو کت طالبا بشی گپ بزن. شما چرا کت طالبای خود نمیشینین؟ و در همی عین گپای خود میزنه، میگم ما بر علی طالبای پاکستانی سیم. پاکستان گفته شب نظامیانی که به پاکستان خطر آفرین نیستند نباید هدف قرار گیرند. سرتاج عزیز میگوید پاکستان مخالف طالبان افغان نیست. در روزهای اخیر دیدگاه های از پاکستان پخش می شوند که می تواند دیدگاه حاکم در پاکستان باشد. باری نخست همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان، مولانا فضل الرحمن جنگ را در افغانستان جایز شمرد و با حضور نظامیان خارجی در افغانستان مخالفت نشان داد. این بار مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست وزیر پاکستان در تازه ترین سخنانش میگوید که شب نظامیانی که به پاکستان خطر نیستند آماج حمله قرار نگیرند. وی به نیروهای امنیتی پاکستان میگوید که شورشیان و شب نظامیانی که امنیت پاکستان را تهدید نمی کنند نباید نابود شوند. جو افغان طالبان ہے وہ ہمارے ما مخالف طالبان افغان نیستیم. این موضوع افغانستان است و ما افغانستان را ترغیب می کنیم که با طالبان گفتگو کنند. ما در دهه 90 پشتیبان طالبان بودیم اما اکنون نیستیم. اگر خلاف ما فعالیت کنند مخالفشان می شویم. اما این گفته های سرتاج عزیز با واکنش تند شماری از آگاهان پاکستانی روبرو شده است. با باور این آگاهان چنین گفته ها می تواند روابط دو کشور را پرتنش سازد. دمی کنفرانس مطبوعاتی خود میگه، میگه ما دشمن طالبای هستیم که بر علی ماست، یعنی طالبای پاکستانی. طالبای افغان بری بشین قرار گپ بزنین با هم جور بین. تو چرا که طالبای خود جور نمیایی که یک یکی میکشی سر امریکا دران اتک کردی کلگیش کشتی، اما طالب ما را نگاه کردی اسلحه میتی تا مزاره تریاکت در افغانستان آبیاری کنن، تا مواد مخدر که از او به دست میه توسط مردم ما در دیگه مملکت ها را ایشه که خودت بیلیون ها دلار از او بگیری. این آل اشرف غنی اینی یک نوکر آیسای است. اشرف غنی چیزی نیست جز یک لنگی در سر گلبدین حکمتیار یا حقانی. باور کنین پاکستان میفهمید که تا از او ملا عمر کور دیگه نمیشه که در افغانستان بیایه. یک ملا عمر دو چشمه کار داشت، یک ملا عمر که ریش نداشته باشه، یک ذره در نظر مردم خوب بخوره که یک 5 سال دیگه هم ما را بازی بتن و اشرف غنی را آوردن. اما شما ببینین در حالی که این خانم قهرمان ریزگال با فامیلش در خط اول اولاد خود از دست میتن، اما دفاع میکنن و 25 طالب هم میکشن. ولی دیجه مثل مریضک ها نمیه که بسیار همت دلت بسوزه. بچی که اکمه جون مرکش هنو یاله نده بچی اکمه همون جمعه با همون بطیم خواه خو تا زنده باشید جون داده چی کرده امی پاسی خورما یاله نده تا زنده باشید جون داده چی کرده امی پاسی خورما یاله نده. ریزگل تنها نیست، دختر و عروسش نیز خودشان را به پاسکو می رسانند و جنگ افزار به دست می گیرند. آتشباری آغاز می شود. این آتشباری خشم‌آمیز دم هم خاموش نمی شود. شاید هراس افکنان دریافتند که دیگر توان رویارویی با این مادر خشمگین را ندارند، اما هراس افکنان دست از جنگ بر نمی دارند و آخرین توانشان را به کار می گیرند. می گویند حاضر هستند تا همه خانواده جان بدهند اما نگذارند دیگر پای طالبان بر این بخش برسد. میگویند حاضر هستند تا همه خانواده جان بدهند اما نگذارند دیگر پای طالبان بر این بخش برسد. قهرمان واره می میشینه، اصلا در کلش هم نیست که ما دیروز بچه جوان خود در سنگر از دست دادیم. اما سعی کنین این خانم فریبکار، این نقاش شکری بارگزای، سعی کنین یه روز در یک عمل انتحاری که من نمیفهم ساختگی بود یا اصلی بود، یک دستش خراشک کرده بود و اگه دست کولاد دستش میدوید از این موتر در دیگه موترم و بوتای کوری بلند کوری خاص هم پوشیده بود اما تا میدوید کت یک 200 پاوند گوشت در اوسو میدوید
و هیچ مریض هم نبود. رفت در شفاخانه ای را گرفتن، یک چند روز نگاه کردن، سعی کنین حاله که چی میکنه. پرون د ولسی جرګې غړی شکریه بارکزی د کابل په سردار داود خان روغتون کې بستر د پکتیکا د ځانمرګي برید ټپیانو پوښتنې ته ورغله. میرمن بارکزی هم همداراز په دې پیښه کې د ټپي سوي کسانو لپاره روغتون ته وینه ورکړه. اوس زه د دوی د زړه څخه ډېر ښه راځم او فکر کوم چې خپله په دغه سې حالت کې ورځم. حداقل د دوی په احساس باندې هم پوهېږم، د دوی په درد باندې هم پوهېږم. میرمن بارکزی چې پخپله هم تیره اونۍ په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوې ده او اوس هم تر درملنې لاندې ده، وایي داسې بریدونه ورباندې پخوا هم سوي دي، خو دا حملې به د دې د کار مخه ونه نیسي. زه پرون هم ولاړلم پارلمان ته سربېره پر دې چې میبینین برای ما شما نشان میده که ما خود ما مریض هستم، بسیار ولا آفرینم، این آمده ایم خبر مریضا را بگیرم. باز در پاکتک های یک پینجا پینجا دلار از او پیس های دوزی 40 میلیون دلاری کابل بانک بر از یا چی میته اسقاط میته. اوزن اگه که غیرت داری برو 40 میلیون دلار کابل بانک بته که دوزی کدی، پیس های مردم بته که دوزی کدی، حاجت از این چیست؟ واسه کنین ای مصاحبه دیگه شه. او تازه از بستر بیماری برخواسته است، هنوز هم شوکه انفجار وحشتناک است. صبح روز یکشنبه زمانی که موترش از جاده لیسه حبیبیه میگذشت، فرد حراس افغان او را آماج قرار داد. بونو بروگزی از حکومت میخواهد پرونده این گونه رویدادها نباید فراموش شود و در برابر حراس افغانان نیز از نرمش پرهیز گردد. مردم عزیزم، افغانستان خدا باید از این درد نجات بدیم. با امید از این که دوباره در کنارتان با صدای رساتر و بلندتر برای دفاع از ارزش ها و ناامیس ملی در کنارتان بیستم. دشمن ناجوان ما باید بفهمه که هیچگاه صدای ما را در گلوی ما خفه ساخته نمیتونند. اما من باور دارم خواهرای ما در افغانستان بعد زیاد سه صدایشان رساتر میشه. اما من باور دارم خواهرای ما در افغانستان بعد زیاد سه صدایشان رساتر میشه. اما من باور دارم خواهرای ما در افغانستان بعد زیاد سه صدایشان رساتر میشه. میبینین میگه حال صدای مردم افغانستان رسا میشه و بلند میشه. صدای مردم افغانستان با تو خاموش میشه. تو یک پنجال هستی در گلون آزادی مردم افغانستان. تو خفک میکنی. در 13 سال شما جز دزدی و پر کردن جیبتان چیز نداشتین. صدای مردم افغانستان در سر ریزگل رسا میشه، در سر شوهرش، در سر دخترش، در سر عروسش، در سر نواسهش. پاکستان مزدوران د بډاګیان د څوک روډین اور کی څوک په ناس ساتي دوی رزغلی مړه دا سره جنگ کو څوک نو پرچ مش د خاور دی پاتره شي مو جوج نو مو جنگ افغانستان به شما خلاص نمیشه. شما افغانستان مفسدترین کشور دنیا ساختین. هر چی که گیرتان آمد دوزی کردین. ریزگل بچه خود از دست داد، عروس خود از دست میته، نواسه خود از دست میته، چادر خود از دست میته و تمام است و نیست خود از دست میته که از این وطن دفاع کنه. همی خودت بگو که صدای افغانستان و مردم افغانستان کی رسا میسازه؟ ریزگل، ریزگل قهرمان ملی کشور ما. و راستی خانم شکریه کجا رفته بود؟ در این شفاخانه که رفته بود مریضا را میدید؟ یک حمله انتحاری شد در دو سه روز در ولایت پکتیکا. جوانای مملکت که دیگه هیچ چیز برای زندگی خود ندارن، در اینجا یا یک مسابقه والیبال دارن. یه خائنای نوکر پاکستان میه و یک بام میپرانه، 50 نفر حدود 50 نفر میکشه و حدود 50 نفر دیگر زخمی میکنه. همی اشرف غنی نمیگفت که ما نامده در مملکت سلامت؟ از روز کی آمده؟ حداقل 2000-3000 نفر ما در عملات انتحاری کشته شده در 1.5 ماه و ای انوز هم از ای حیا نکده، انوز هم یک کلمه ای برالای طالب یا پاکستان نگفته و ای که نگفته یک طرف گپه
و بازوس نام رفته در پاکستان پابوسی و دسبوسی و وام به نتیجه و انوزم که میایه انوزم یک کلمه نمیگه. دمی شفاخانه که شکریه بارگزایی رفته و اسقاط میته باز آقای اشرف غنی بعد از آمدن پاکستان میایه که خبر از این بیچاره را بگیره. ببینین اول خو امیدارتر اخه یک انسان به انسان هست بچه ها که مریض زخمی را دست خود در زیر کلش میکنه بلندش میکنه که او گره رئیس جمهور را غلیده او بچه زخمی است تو او را در درد نپرتو او خود اوجه نامده که رئیس جمهور را ببینه رئیس جمهور آمده که او را ببینه خو رئیس جمهور استاد میشی از دور امرای او بچه ها گپ میزنی یک تسلی میتی خال ده اوجه استاد میشی بر او بچه ها میگی که او بچه چرا ولی بال کردی طالب آره قار ساختی حالی چی حاجته که باز ببینه نیره ولی بال دی کهو خدا پایین میکنه او بچه ها که ماچ میکنه همی 40 ساله که تو در دنیای دیگه بودی در امریکا بودی در اروپا بودی همی را نفهمیدی که تو کتر پف و چفت یک ات میکروب تیله میکنی از دانت کالایت میتانه میکروب داشته باشه لنگیت میتانه داشته باشه دستت میتانه داشته باشه و این بچه را میتانی که تو دمیج صدمه برسانی بخصوص که نو از پاکستان از بغل کشی های مولای فضل الرحمن هم آمدی چرا تو می کار میکنی؟ می یک کار غیر صحیح است و امو دکتر باید بر ازی میگه که رئیس جمهور صاحب شما رئیس جمهور هستین هم منتها وظیفه ماست که صحت از این طفل آمد نظر بگیریم این بیوره ماچ که باز زویه داسه کاوه زویه داسه کاوه و شما فکر کنین کی رفته بود دسبوسی از امو پاکستانیا و چی نتیجه گرفت؟ هیچ یعنی اینمی آدم هایی که میاین از پاکستان و مردم مارد تو میکشه نتیجه چی هست؟ نتیجه اون امو مسجد های کته کته و امو اسلامیک سنتر هاییست که عربستان سعودی در پاکستان 30 سال و 20 سال و 15 سال پیش آباد کرده بود اینا به مکاتب یا به چاپخانه تروریست تبدیل شده بود چی چاپ میکنن؟ تروریست چاپ میکنن اینمی مدرسه ها اولاد بیچاره مردم ها میگرفتن و نام اسلام میبردن از اوسو مثل یک فابریکه واره بود یک چند آدم پر از نفرت از یک هر ثانیه برآمده میرفت یک چند آدمی که حاضر بود که بکشه گردن ببره و این یک چند نفر که والیبال میکنه او را بپرانه و امی آقای اشرف غنی یک ماه پیش یا 2 هفته پیش رفت در اونمو عربستان و در اوج یک قرارداد امرای از یا امضا کرده که اونا در افغانستان یک قرارگاه یا یک اسلامیک سنتر جور میکنن که در حدود 5000 نفر میتونه در ایجه بخوابه یعنی بستر داره برای 5000 نفر لیلیه است 15000 نفر در عین زمان در ایجه میتونه که شاگرد باشه یعنی در افغانستان ما هیچ جای دیگه هیچ دانشگاهی نداریم آخرش هم ایجه چی یاد میتن؟ اسلام؟ خو یک قرآن بگی؟ 2 سال بخوان اسلام یاد گرفتی اسلام خو کدام چیز دیگه نیست که توی تو یک پوانتونای 20000 نفری برشان جور کنی ای یک محل برای چاپ کردن تروریست جور میشه فکر کنین امیره که اگر امیر ایران بیاد افغانستان اما یک محل جور کنه که 10000 نفر در میجه درس بگیره و برای یک 3-4000 نفر هم خوابگاه داشته باشه در افغانستان چی سر صدای میخیزه ولا ایران آمده ولا شیعه آمد ولایت شد ولایت شد ای چیست عین گپ است آقای اشرف غنی نمی قرارداد با یک مملکت امضا کرده که جز چاپ تروریست هیچ چیز دیگه نداره اسلام ما کم مسجد داریم کم جای برای امی امور اسلامی خود داریم نداریم از عوض از این میتونست یک جای برای سپورت جور کنی برای اولادا امی پیسه از این یک 20 محل سپورت میتونه در افغانستان جور کنه
یک دو سه دانشگاه بسیار بزرگ و عمده جور میکنن که مردم برای ساینس یاد بگیره، تکنولوژی یاد بگیره که وطن ما نجات پیدا کنه، که مردم از گوشنگی نمره. اسلام خو یک چیز نیست که تو اگه تو قرارگاه نداشتی، دمی 1400 سال که ما این قرارگاه ها را نداشتیم، مردم مسلمان نبود، پدر ما مسلمان نبود، پدر خودت نبود، پدر خودت نبود، کل مردم ما نبود. بود دمی 30 ساله که اینی قرارگاه ها عربستان جور کرده، زیادترین شده کجا جور کرده؟ در پاکستان و در سر افغانستان زامت کشده. یعنی اینمی دو جای زیر چشم خود گرفته. یعنی اینمیال افغانستان و پاکستان دو اسلامی ترین جای در تمام دنیا است و دو مفسد ترین و بدبخت ترین منطقه در تمام دنیا است. چی شما تدریس میکنین؟ چی نتیجه پاکستان گرفت؟ کال ما بگیریم، باز ازبکستان بگیره، تاجکستان، معلوم دار نتیجه ازی امراد ایران است، در تاجکستان است، در ازبکستان است، در روسیه است. و ما به عیس یک منطقه که خطر در تمام کشورهای پالی ما به وجود میاره تبدیل میشیم. بالاخره روسیه شاید که نوکلیر پاور سر ما حمله کنه، یا چین، یا هند، یا غیره و غیره. نتیجه چیست؟ این نتیجه چیست؟ نتیجه اینمی قراردادهایی که آقای اشرف غنی میکنه. و این قراردادها اتو نیست که تصادفی حال شده. ما در جریان انتخابات کلپای از اشرف غنی را ماندم که میگفت اولین سفر ما صاحب پیش خادم الحرمین در عربستان است. اونمو خادم الحرمین اینا را موفق ساخت که تونمو تقلبات که ببرن. ایجا پلان های از پیش سنجیده شده بود. عربستان و پاکستان نمیتونست اجازه بده که اشرف غنی نبره. بنان هر کار که تانستن کردن. تمام اونمو تقلبگرها را اگه ببینین امسال در اونمو عج پیش کینگ عبدالله رفته بودن. کلگیش از آقای اشرف غنی گرفته تا آقای زیای مسعود، تا اونو آقای اسماعیل یون، تا اونو امرخیل، تا هر کدام از یارفته بودن موجه. کلان جلسه بود، یه گپ عج نبود. و اینمی قرارگاه اسلامی که در اینجا جور میشه برای کی زیادتر خطر داره؟ برای کل ما. باور کنین کلگی ما یاد به طرفداری یا در مقابل کشته میشیم، یعنی زیادترین ما کشته میشیم. اما خطر زیادی ازی متوجه کیست؟ متوجه ازاره است. بعد از اون متوجه شیعه مملکت ماست. اینا یک چیزی که درس میدن، مثل اون مولای مجیب الرحمن کوروز مانده بودم، اینا نفرت های مذهبی را درس میدن. اینا لی نفرت های مذهبی را که یا درس میدن برالای شیعه است. اولین کسایی که در خط اول کشته میشه شیعه است و در رأس از و ازاره ماست. و در این نمی جنایات که صورت خواد گرفت، کی را باید محکوم کنیم؟ کی را از پای اویزان کنیم؟ آقای کریم خلیلی را، آقای منصور نادری را. چون اینا زیادتر از هر کس مردم خود در یک قتل عام انداختن. آقای کریم خلیلی این دفعه اول نیست که کار میکنه. ما فکر میکنم که آقای کریم خلیلی مسئول قتل آقای مزاری است. به خاطر کریم خلیلی بود که فشار آورد در سر آقای مزاری که با گلبدین و با آقای سبغت الله یا جنایت الله یک جای شود. اما آقای مزاری یک آدم وطن پرست بود، آرام نبود که این کار کرده بود. اگر شما کسایی که در حزب وحدت بودین و در امو زمان که آقای مزاری کشته شد در انگلستان بودین و مسئولیت داشتین در قبال چاپ جریده وحدت که ارگان نشراتی حزب وحدت بود، دو ماه پیش در اونموج یک راپور بود یا یک آرتیکل یا یک مقاله بود. شما ما یقین دارم که او کلکشن دارین، امیر ببینین در اوجه. در اوجه نوشته شده بود که سردار آصف علی که صدر اعظم وقت حکومت پاکستان بود آمده بود در کابل و در او وقت دیگه در کابل یک جنگ بود که اینی سرک که حزب وحدت گرفته بود نفرهای دیگه از جا تیر شدن، اینی سرک که حزب جمعیت گرفته بود اونا تیر شدن، گوش بریده می شد و کله بریده می شد و حزب اسلامی راکت می زد، آقای دوستم دیسون راکت می زد و تیاره می خید. چی؟ در اون وقت یگانه کسی که بدون ترس در تمام جای رفته تانس و می تانس بره سردار آصف علی بود. بازدامی جریده وحدت نشسته بود که رهبر بزرگ ما آقای مزاری
با آقای سردار آصف علی در کابل دیدن کرد و بر ازوا گفت که ما از شما شکایت داریم چون شما به ما یک حق و حقوق وعده کرده بودین، اما ما خود حال هیچ گونه حق و حقوق به دست ناوردیم. و این یک زنگ خطر بود برای سای، بخاطر متوجه شدن که مزاری از ایوادت بیرون میبراید برالایش خواد جنگید. بنان مزاری باید از بین میرفت و گلبودین هم که تا دندان بدنام شده بود، اینا وقت پلان چی را داشتن، پلان آوردن طالبا را با آقای کرزای و پدرش، اینا وقت امی قوای گلبودین تسلیم کردن برای طالبا و پلان که دیجا بودی بود که آقای مزاری باید از جان به سلامت نبره، اگر نه طالبا عینه اونمون نفرای گلبودین بود، یعنی تنها قوه تنها کلا تبدیل شده بود، کلا مو کلا بود، هیچ کس دیگر یا نکشتن. اما امی آقای مزاری را گرفتن کت امی لنگی خودش اعدامش کردن. این حال آقای کریم خلیلی که اینا را پیش کرده بود که در جنگ به نفع آقای سبغت‌الله و گلبودین باشه، این میفهمید که اگر آقای مزاری از بین بره خودش جایش میگیره و در واقع مکاره کرده بود و تا امروز هم آقای کریم خلیلی اونمون نقش بازی میکنه. شاید که شما باز قارشین که آقای عیار، آقای کریم خلیلی یه طرح سه طرح، نه، باور کنین، برین یک کم مطالعه کنین، در مرگ آقای مزاری کریم خلیلی سا داشته و شما امروز برین همین زندگی فامیل آقای مزاری رو ببینین که چی رقم در یک فقر و فاقگی زندگی میکنه، مقایسهش کنین با رهبر بزرگ آقای کریم خلیلی و ببینین که دمو سالا آقای کریم خلیلی کت کیا رابطه داشت و ببینین که امسال کت کیا رابطه داره. او خب پیسه خودم میگیره، در این قتل و کشتار آقای کریم خلیلی جان به سلامت میبره، اما مردم خود در کشتن میته. ببینین به این کلپ دیگه. حالا تأخیر در معرفی کابینه حکومت در بیرون از کشور واکنش هایی را به همراه داشته است. بریتانیا نسبت به این کار ابراز تأسف کرده و حتی تأخیر در معرفی کابینه را خطر آفرین دانسته است. سفیر بریتانیا در کابل در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک میگوید حکومت افغانستان باید در نشست لندن با وزیران جدید اشتراک میکرد. ما میدونیم این یک موضوع خیلی بزرگ است. ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم تا هرچی زودتر کابینه را معرفی کند. ببینین که بریتانیا چی یک نقش بازی میکند، چی یک نقش خائنانه. بریتانیا که در او تقلبات سداشت حال آمده میگه باید حکومت وحدت ملی کابینه خود اعلان کنه، با این رقم یا یک فشار وارد میکنند در سر دکتر عبدالله. توافق چی بود؟ توافقی بود که حکومت نیم میشه، حکومت وحدت ملی رئیس جمهور و آقا میباشه، سرازم یا آقای دیگه میباشه، وزران نیم. آل اینا میخواین که کار نشه، دکتر عبدالله را زیر فشار میگیرن و به این رقم در میدیا یک نقش دیگه بازی میکنن. والله از دست دکتر عبدالله از خالبان کمی کابینه تعیین شه، دکتر عبدالله چند تا شبانه رئیس جمهور ماند کیا باشه، امی انتخابات برده بود، اینا به تقلب گرفتن و این جنگ نکد. بعد از او اجازه داد که امو دیگه رئیس جمهور شه و امی فکر که حکومت وحدت ملی به نفع مردم ماست و این نیم است، تعداد وزرایی که وام میگیرن و اینا میگیرن نیم، نیمه او انتخاب میکنن نیمه یا آل میگن نه، او نیمم نیسته، او نیمم نمیمانیم. و ای سفیر بریتانیا عوضه که جاسوس خود اشرف غنی رو بگویه که بدر سه کار شد دیگه بس از بانین که کابینه تعیین شه، یا غیر مستقیم عبدالله رو زیر فشار میگیرن. سعی کنین آقای دوستم چی میگن. دکتر صاحب عبدالله ما همونطور میشنویم که میگه که پنجاه پیتر ای گپ عملی نیست. اونا شما مردم شما قضاوت کنید، پنجاه پیتر شد که همه دوتا دولت میشه، دو دولت هم میشه، دو رئیس جمهور میشه، این شاب از همینجا شروع میشه. بعد ما دیگه کار بر مردم نکنیم، بر ملت نکنیم، بر امنیت، بعد بین خود کشمکش داشته باشیم. ما طرفدارش هم نیستیم، گپ عملی هم نیست. میبینین آقای دوستان میگه که
والا دکتر ابلا میخواه که حکومت نیمشه نه دیگه خب باز نمیشه. آقای دوستم ما به شما به خاطر عمل هفته پیشتان احترام میکنم، به احترام بر شما میگم که حکومت وحدت ملی میتونه نیمشه، چرا نه؟ یه قرارداد بود، عوضی که جنگ شوه امو مردم گذشت کردن ماندن که شما حکومت گرفتین رئیس جمهور شدین. قرارداد همی بود که کابینه نیم میشه، باید کابینه نیم شه، این دفعه شما با نفع از وا باید تیر شین. مانایش این است که قدم به قدم دکتر عبدالله را خفه کده برین و ای در سر مردم افغانستان تاثیر بد میکنن. در حالی که آقای اشرف غنی رفته بود پای پاکستانی ها را چاپی میکرد و در حالی که در جریان انتخابات میگفت که ولی همی کل کسایی که زندانی شده پشتون هاست چرا گوینده عین لسان باشن، یعنی به با این مانا که در ایجه یک به انصافی شده که پشتون ها را به ایس طالب گرفته. اما اینی دوستم به ایس ماون یک واقعیت دیگر میگه، ببینین که چی میگه. گپ جنگ رو درو نیست، گپ تمامش گپ استخبارات دید، این گپ استخبارات میکنه، این گپ جبه نمیکنه، قوه هوایی نمیکنه، قوه توپچی نمیکنه، گپ استخباراتی هست، همه میپامیم ایره گپ استخباراتی هست و ایره همه میدانم نفوس هم داره در بین بعد افراد اشخاص خود پروخته بین را میته، را نتا ای کجا میایه، ایره رای دارلامان از کجا میایه، رای میدان هوایی در کجا میایه، او آدم هم به جزای اعمالش میرسه، امروز هم باشه پیدا میشه، پردام باشه پیدا میشه، جای ازی در کوی صافی باشم خبر داریم، در جای ازی در میدان شار باشم، جای سپید غزنی باشم، جای سپید وردک باشم، اینا را جایش معلومات داریم. جای ازی در کوی صافی باشم خبر داریم، در جای ازی در میدان شار باشم، جای سپید غزنی باشم، جای سپید وردک باشم، اینا را جایش معلومات داریم. میبینین میگه ما میفهم که طالبا در کجاست، که در وردک است، که در پکتیا است، که در ایجست، تمامش مناطق پشتون نشین و این منظورش نیست که یعنی پشتون ها تروریست است، مانایش است که لانه هایشان پاکستان در این مناطق انتخاب کرده به خاطر که جمع مسئولیت دارن. پشتون بیچاره در سرد جنگ کردن هم میتونه بر علی طالب، حکومت هم خائن است، طرفدار طالبه، بنان یا مجبور هستن که چه باشه. ولی اینی آقای دوستم به صراحت گپ میزنه و این یک کشیدگی و یک درز کلان نشان میده در طرز دید معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور که طرفدار پاکستان است. و ما او روز ماندم نه که میگفت قلف از جای هم شاید از پاکستان جور کده بودن آورده بودن، یعنی اردوی ازی بسیار گپای مهم بود که اردویش بر علی پاکستان بود و یگانه نفره که در اینی جا اینی گپ زده ای نیست. و سعی کنین این دگر در اونمو شفاخانه که اشرف غنی رفته بود او بچه حکم میگفت زوی والیبال دکاوه، سعی کنین که آقای دوستم چی میگه. معاون اول رئیس جمهور نیز در دیدار با زخمیان این رویداد تعهد میکند که انتقام آنان را خواهد گرفت. ببینین برو بچهک میگه ما انتقامت میگیرم، بدلیت میگیرم. اشرف غنی اوجه یک کلمه گپ زده نتانست از روزی که رئیس جمهور شده. یک و نیم 2000-3000 نفر ما را طالبا در عملات انتحاری کشته که کلش به دستور آیسای یک کلمه بر علی طالب نگفته، یک کلمه بر علی پاکستان. اینا کلش پلانه، وظیفه ازی است. اشرف غنی چیز جز یک لنگی در سر طالبان است و بخصوم یک تیاد پرچمی های را که یا بازی دادن کت خود گرفتن. امیدوار استم که حال یک کم کم متوجه شده باشین که شما را به نوکری کی استخدام کردن. اما دوستم از این فاصله میگیره و از امی خاطر است که پاکستان از دوستم استفاده کرد، مگر در صدد کشتن دوستم است. اینا ای را عد زده میتانه، بخصوص گپای هفته پیش آقای دوستم برش بسیار خطرناکه. و ما هم هفته پیش که آقای دوستم گفت که ما بازی تا
طالبا را که در ایج ششته و ایج ششته و تروریست ها را که در پکتیا ششته و وردک و دیگه و دیگه و جایشان ها میفهم باز من میفهمم رایشان چی کنم. ما برش گفتم داینمی برنامه پیشترم 191 که شما میتونید ببینین تو آقای دوستان پیش از ای که در فکر پاکسازی طالبا از وردک و لوگر و پکتیا و کابل باشی هرگ یک دفعه پاکاری کو صدارت پاکاری کو که در اونمو جایی که تو امروز سپورت کردی در اونمو جا طالبای نمیال تو را میبینن که چطور بکشند. ما همی برنامه خود در اینترنت و در یوتیوب ماندم 10 ساعت بعدش امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که 5 نفر به خاطر سوی قصدی که در سر آقای دوستم داشتن دستگیر کردن. یعنی سعی کنین که ما چقدر دقیق این چیزا را میسنجم. 10 ساعت پیش و 10 ساعت بعد ایره میکشتن. اینمتر در طول اینمی 3 سال گپ هایی که زدیم اگر ما یک ویدیو جور کنم 1-5 ساعت میگیره که ما بر شما گفته برم که در این تاریخ گپ زدم در این تاریخ خط شد در این تاریخ در این تاریخ در این تاریخ که شما ببینین که ما چقدر دقیق این چیزا را پیش بینی کردیم. و آقای دوستان باید در فکر جانتان باشین. نگاهداری جانتان یک مسئولیت بزرگتان در مقابل مردم افغانستان است. و آقای دوستان حداقل نمق شرافت داره، شرافت که اشرف غنی نداره. سعی کنین چی میگه. زیادتر از همه گپ کده بر امنیت مردم زیاد کوشش میکنه. در کمپاین ها همه جای گفته ما مردم دیگه کار کده اقتصادتان جور کده نتانیم امنیتتان ما کمک میکنیم. از این گپ خودمان خیلی ها رنج میبریم. میگم من گفته بودم که بزرگترین کاری که میکنم اگر اقتصادتان جور نکدم امی امنیتتان ما جور میکنم. ما بسیار خجالت میکشم کی کار نتانستیم تا هنوز. اینه میره هیچ کدام از یا نمیگه. بازم خانه همی آدم با آباد. خیره که سواد نداره گپ مملکت ما به سواد نیست. او دیگه خود مغز متفکر میگیره. اما اینی یه گپ دیگه آقای دوستم زد که ما با احترام آقای دوستم یه گپ شما را رد میکنم. سعی کنین؟ این گپ ما را بر شما یک چیز میگم. این گپ موقتی است. هی حکومت وحدت ملی جور میشه. ما بر ما یک کم زمان بکار است یک دفعه ما کابینه خود بسازیم یک دفعه همین والی های خود مقرر بکنیم باز ما میتونیم جلو یه رقم این بسیار کار بسیار باشه یه 10 نفر 5 نفر است. میگه یک دفعه ما همین کابینه را جور کنیم باز کل چیزا صحیح میشه. ولی اگه یک چیز صحیح شوه آقای دوستان جنگ علیه طالب و تروریسم با کابینه هیچ رابطه نداره یا اگه داره بسیار کم با پالیسی های اشرف غنی رابطه داره. 13 سال او قرقلی پوش میگفت که یا برادرای ناراضی ماست حالی میگه مخالفین سیاسی ماست در حکومت آوردهشان در ارتش آورده در پلیس آورده. تا زمانی که آقای دوستم پالیسی حکومت ما پالیسی ریزگل نشه اون زن قهرمان ای کابینه هیچ کار نمیتونه. بنان شما در او فکر نباشین یا در کله مردم میخواین بتن که گناه از عبدالله از خالد حاجت از چیزه که تو میخوای حکومت نیمشه گناه تو سنه ای گناه تی گناه تی گناه تی و او را مجبور میسازن با میان. چرا اشرف غنی 2 چوکی را 100% باید بگیره وزارت دفاع و وزارت مالیه. یک دوزی بسیار کلان پولی در سال 2003 تا 2008 صورت گرفت که حدود 8 تا 20 بیلیون دلار یا 8000 تا 20000 میلیون دلار افغانستان آیسای دوزی کرد توسط آقای اشرف غنی و وزیرای مالیه بعدی. و آل یک دوزی بسیار کلان پولی دیگه در جریان است. اونمو آقای شاهد جاوید برکی که وزیر مالیه یا وزیر اقتصاد سابق پاکستان بود که در امو دوزی پولی با امی آقای اشرف غنی یک جای بود و ما در یک برنامه خود یا از 130 تا 134 در یک زمین ها به نام بزرگترین دزدی یا ما نمیفهم که نمره چی بود اما بزرگترین دزدی پولی ما دوی را تشریح کرده بودم مستند. شما برین او را ببینین که به نام پشتونای حسون سرد 2 بیلیون گرفته شد باز چند بیلیون دگه و کل پیسا خود اشرف غنی میگه باز ما که رفتم کلش گم شد. باز دمو برنامه خود دو نه در یک برنامه دیگه ما یک سند بزرگ دیگر ماندم که در سال 2009
اونمو شاید جاوید برکی گفته بود که ما و اشرف غنی یک پلان داریم که دنیا برای پیشبرد امور اقتصادی پاکستان و پشتونای وسون سرت باید 30 بیلیون دلار با ما کمک کنه و 30 بیلیون دیگه هم پاکستان کمک میکنه، یعنی 30 هزار میلیون اونا 30 هزار میلیون اینا. اما باز یک گپ خنداور زده بود که ما خود چون پیسه نداریم مال نمیتانیم و 30 هزار میلیون منتها امریکا و اروپا بته، باز ما هر وقت پیدا کردیم در اینجا گت میکنیم که ما اقتصاد خود خوب بسازیم که طالبا خلاص شه. و دو آقای اشرف غنی هم اصه داشت. ما همین مقاله از این که دان چاپ شده در سال 2009 و دان یک جریده انگلیسی زبان به نهایت معتبر پاکستان است که آقای قائد اعظم از یا او را اساس گذاشته بود، ای را ما برای شما در فیسبوک خود میمانم، برین باز ببینین که ای پیسه دیگه که دوزی میشه چی است. اینال اینا وزارت دفاع را کار دارن بگیرن تا که دیگه کسی در مقابل آیسای جنگ کده نتانه، هر کسی که دیجه بخیزه سرکوبش کنن، و یا نمیخواین که یک آدم مثل بسم الله خان یا یک آدم دیگه که زده آیسای باشه وزارت دفاع را داشته باشه. باز در غیر از او خو عربستان هم کار میشه، پاکستان هم. اینال وزارت مالی هم به خاطر دوزی پولی، اگه این دوتا را گرفتن مالم دار نیمه دگرهایش هم گرفتن، بازی هر چیز را گرفته میتانه. و آقای دکتر عبدالام قدم به قدم پشت سر رفته میره و این یک خیانت بزرگ است. اما در حالی که حکومت دنباله رو آیسایه، مردم ما به بینی رسیده، مردم ما در خط اول استاد شده. ایوازی که حکومت در خط اول باشه مردم استاد شده. ریزه گل در وجه خیسته بود، سعی کنین نیام وطنهای ما را. امروز هم کابل گواه دو حمله هراس افغانانه بود که 1 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. در پی شدت حمله های هراس افغانانه و ادعاها مبنی بر حمایت پاکستان از گروه های هراس افغان، اکنون مجلس سنا می گوید باید جنگ علنی در برابر پاکستان آغاز شود. دغه مرموز جنگ، دغه بد جنگ چه دلتا شروع شو ملت مروج نی، کدا پالنی جنگ بدل شید پاکستان و افغانستان پونو منز فکر کوم دی که افغانستان د ملت خیر ده. ظاهرا پس از سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان دامنه ناامنی ها در کشور بیشتر شده است. سفری که انتظار می رفت ممکن بخش از مشکلات با پاکستان حل شود. و این سفری که رئیس جمهور افغانستان با پاکستان کرد، هنوز مداخله پاکستان، حملات اینطوری و جنگ های استخباراتی در افغانستان افزایش یافت. پس حکومت وحدت ملی افغانستان مکلف هستند که یک استراتژی مدون مشخصه در برابر مداخله پاکستان بگیره و نگذاره که پاکستان دیگه در امور افغانستان مداخله با. سعی کنین نیام وطنهای دیگه ما که بیرق آلوده آیسای و پاکستان می سوزانن. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. پیراهن یستار بپا دخت بودم چون تاب جفای تو نیاورد کفن شد
تاب جفای تو نیاورد کفن شد از گریه بهر تو که گذشت چمن شد از تو بهر جا که رسیدم وطن شد از گریه بهر تو که گذشت چمن شد جان که تو دیدی جان دگرم باخ که آن جان که تو دیدی چندان ز غمت خاک بسر من شد چندان ز غمت خاک بسر که تن شد از گریه بهر تو که گذشتم چمن شد از دوب بهر جا که رسیدم وطن شد از گریه بهر تو که گذشتم چمن شد.